سرخط خبرها و مهمترین ها، سفیر جدید ترکیه به متقی، نقش سازنده در توسعه بیشتر روابط دو کشور ایفا می کنم. بلینکن به نتانیاهو، همیشه در کنار اسرائیل خواهیم بود. خبره که حداقل با شنیدنش دردهای چند روزی افغانها تسکین می شود. مشروع خبرها، وزارت امور خارجه طالبان گفته است که سفیر جدید ترکیه برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، گفته است که نقش سازنده در توسعه بیشتر روابط دو کشور ایفا می کند. ضیا احمد تاکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، روز پنجشنبه با نشر پیامی در برگه اکس از دیدار متقی با جنگ اونال، سفیر جدید ترکیه برای افغانستان، خبر داده است. در همین حال متقی نیز به اونال گفته است که باید نقش خوبی در توسعه و تقویت بیشتر روابط بین افغانستان و ترکیه بازی کند. پس از ریکار آمدن طالبان در افغانستان، ترکیه با این گروه تعامل داشته، اما رژیم طالبان را تاکنون به رسمیت نشناخته است. سفارت ترکیه در کابل باز است و سفیر این کشور هر از گاهی با مقامهای طالبان دیدار می کند. بلینکن با نتانیاهو، همیشه در کنار اسرائیل خواهیم بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفته است که واشنگتن هرگز از حمایت خود از این کشور دست نخواهد کشید و همیشه در کنارش خواهد بود. بلینکن با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار و گفتگو کرده است. او افزوده است: پیامی که من به اسرائیل میدهم این است که شما ممکن است به اندازه کافی قوی باشید که از خود دفاع کنید، اما تا زمانی که آمریکا است هرگز مجبور نیستید. وای تصریح کرده است: ما همیشه در کنار شما خواهیم بود. بلینکن اظهار داشته است که در دیدار با نتانیاهو درباره اهمیت اتخاذ هر اقدام احتیاطی ممکن برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان گفتگو کرده است. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده است: هیچ کشور نمیتواند کشتار شهروندان خود را تحمل کند یا نمیتوان اجازه دهد چنین کشتار بار دیگر صورت گیرد. اسرائیل حق دارد در واقع موظف است از خود دفاع کند و تضمین دهد که این قتل عام هرگز تکرار نخواهد شد. این دیپلمات ارشد آمریکایی علاوه کرده است که حماس نماینده مردم فلسطین نیست. گفتنی است که پیش از این نیز جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از استقرار کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی در نزدیکی اسرائیل خبر داده بود. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد 5 طالب در حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی در کابل کشته و زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی حوالی ساعت 10 شب گذشته بر یک قرارگاه طالبان در پروان سیوم از مربوطات حوزه 4 شهر کابل حمله کردند که در نتیجه آن 2 طالب به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شده است. این عملیات هدفمند رزمندگان جبهه مقاومت ملی بر یک گروه 8 نفری طالبان انجام شد که در رأس آن ملا منصور از سرکرده های مردم آزار این گروه قرار داشت و همواره به بهانه های مختلف در نزدیکی هتل قصر زرین با ایجاد است بازرسی به تلاشی مردم پرداخت و باعث آزار اذیت آنان می گردید. در این عملیات یک رده واسطه نظامی نورنجر مربوط به دشمن کاملا تخریب گردیده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی پس از اجرای موفقانه عملیات به مواضع خود بازگشتند و هیچ گونه آسیبی به آنان نرسیده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی جهت نجات مردم و کشور از چنگ گروه تروریستی و مزدور، حملات هدفمند خود را در نقاط مختلف کشور در هوا اجرا می‌نمایند. پیام جنجال برانگیز انورالحق کاکر: طالبان کمک‌های بشری پاکستان را رد کردند. طالبان افغان کمک‌های بشری پاکستان با زلزله زدگان افغان را به دلیل نشر یک پیام جنجال برانگیز صدراعظم این کشور رد کرده است. یک مقام ارشد پاکستان به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا تایید کرد که پیام انورالحق کاکر، صدراعظم پاکستان، در شبکه اجتماعی اکس در عقب نپذیرفتن این کمک‌ها قرار دارد. جنجال‌ها زمان آغاز شد که پس از زلزله در ولایت هرات، اسلام آباد به گونه فوری اعلام کرد که در یک تیاره ترانسپورتی به گونه فوری 5000 خیمه زمستانی، 15000 کمپل، مواد غذایی و طبی و تیم از دکتران را به افغانستان می‌فرستد. اداره تنظیم و اداره آفات طبیعی پاکستان این معموله را آماده کرده و جزئیات آن را در وبسایتش نشر کرده است. ساعت پس از آن کاکر ادعا کرد که این کمک‌ها به تقاضای حکومت طالبان صورت می‌گیرد، در حالی که کابل به گونه رسمی از هیچ کشور خارجی تقاضای کمک نکرده است. کاکر همچنان جزئیات نادرست از اقلامی را نشر کرد که حکومت وای میخواست آن را به افغانستان بفرستد. او در یک پست ایکس نگاشته است: به اداره تنظیم و اداره آفات طبیعی هدایت دادم تا حد اکثر حمایت را به متاثرترین بفرستند. حکومت افغانستان رسما خواهان فرستادن تیم‌های طبی، شفاخانه‌های موقت، 50 خیمه و 500 کمپل را کرده. تمام اقلام تقاضا شده پس از چاشت دیروز فرستاده می‌شود.
او نگاشته است که مواد خیریه دیگر نیز به افغانستان فرستاده خواهد شد، اما تیاره حامل این کمک‌ها تا اکنون هم پرواز نکرده و هیچ جانب در مورد این تعویق چیزی نگفته است. این مقام ارشد طالبان در یک پیام نوشتاری واتساپ در مورد رد این کمک‌ها به صدای آمریکا گفت، با وجود آن که هیچ چنین تقاضایی صورت نگرفته بود و حکومت ما برای آن مورد تمسخر قرار گرفت. او بر اظهارات صدر اعظم پاکستان انتقاد کرده و آن را غیر مسئولانه خواند و بر رهبر این کشور مشوره داد تا در مورد اظهاراتش پیرامون افغانستان فوق‌العاده محتاط باشد. اما یک مقام ارشد پاکستان به شرط افشا نشدن نامش در این مورد گفت که کابل نه بلی میگوید و نه خیر. آنان به گونه رسمی تقاضای کمک کردند و گفتند که در مورد زمان فرستادن این کمک‌ها به ما خواهند گفت. در این حال ممتاز زهرابلوی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از ارائه پاسخ در این مورد این موضوع خودداری کرد. او گفت که پاکستان در کنار مردم افغانستان استاده بوده و با حکومت طالبان در افغانستان در تماس است تا به نیازمندی هایی که آنان داشته خواهند بود پاسخ ارائه شود. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جدید مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده. قانونگذاران در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قرار است در مورد انتخاب رئیس جدید مجلس رأی‌گیری کنند. قانونگذاران جمهوری خواه استف اسکالس را در یک رأی‌گیری غیرعلنی به عنوان جایگزین کوین مکارتی رئیس پیشین مجلس نمایندگان نامزد کردند. اسکالس در رأی‌گیری داخلی قانونگذاران جمهوری خواه با 113 رأی موافق در برابر 99 رأی مخالف با جیم جوردن رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان پیروز شد. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برای نخستین بار در تاریخ 234 ساله خود روز سه شنبه 3 اکتبر مکارتی را با 216 رأی موافق در برابر 210 رأی مخالف از سمتش برکنار کرد. شمار از قانونگذاران را افراطی حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که از همکاری مکارتی با دموکرات‌ها عصبانی بودند خواستار رأی‌گیری برای برکناری او شده بودند. اسکالس اکنون باید تاییدی کامل مجلس نمایندگان را به دست آورد. جمهوری‌خواهان با تفاوت اندک در مقایسه با دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده اکثریت دارند. مشخص نیست که آیا حامیان جوردن از اسکالس حمایت خواهند کرد یا نه، اگرچه هر دو نفر پس از رأی‌گیری پشت درهای بسته اعلام کردند که از نامزد حزب جمهوری‌خواه حمایت خواهند کرد. اسکالس برای احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان به 218 رأی نیاز دارد. مکارتی در ماه جنوری سال روان میلادی پس از 15 دور رأی‌گیری بر ریاست مجلس نمایندگان رسید، زیرا برخی جمهوری‌خواهان به او رأی نمی‌داد و دموکرات‌ها به طور کامل از نامزد خود حمایت می‌کردند. تمام 212 عضو دموکرات مجلس نمایندگان به حکیم جفریس برای ریاست مجلس رأی دادند. برکناری رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری شرایط را برای یک رقابت غیر معمول برای جایگزینی مکارتی فراهم می‌کند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید.